درود ویژه دارم خدمت همه شما عزیزان و سروران خیلی ممنون که امروز با من همراه هستید یک ویژه برنامه است به خاطر اینکه امروز میدونید اربعین حسینی است و خبر اومد که آقای محمد رضا شجریان که هفته پیش در بیمارستان جمع ایشون به عنوان کسی که آقا مثلا شرایط خیلی ناپایداری داره و بستری شده بود طبق خیلی از پیش بینی ها امروز اعلام اینو کردن که ایشون مردن و فوت شدن در حقیقت و البته واژه فوت شدن اینا دوست ندارم برای یه همچین آدمی بیارم چون انقدر تقدسگرایی دور این آدم دارن درست میکنن و یک عزم جدی پشت قضیه است که از این عنصر فاسد از این عنصر منفعت طلب کسی که پیوسته در راستای اینکه حداقل ازش استفاده کردن برای تداوم اسکولیسم سیاسی اجتماعی در کشور ما در جامعه ما برای همین دارن این بوت سازی رو میخوان از جدیس که از این آدم بوت بسازن برای همین ما مجبوریم ناخواسته یک سری بوت ها بکنیم من در این مورد میخوام صحبت کنم که چگونه ایشون دو سه روز پیش فوت شدن حداقل طبق اطلاعاتی که ما داریم و امروز اومدن اعلام کردن سر همون داستان تقدس و چه کسانی پشت این قضیه بودن متأ قبل از اون من خیلی مایلم یک سری چیزا یادداشت کردم بگم ابتدا به ساکن وقتی که ما میخوایم در مورد یک شخصیت صحبت کنیم یه عده اینجورین اگه از اون شخصیت خوششون نیاد چیزی نمیگن ولی اگه خوششون بیاد یه جمله مقلت آمیزی میگن این جمله مقلت آمیز اینه که آقا جان ایشون دستش از این دنیا کوتاه چرا مثلا کسی که دستش از این دنیا کوتاست بهش میپردازید خب خیلی جالبه بخش قابل توجهی یا کسانی که تو همین چند ساعت زیر توییت من و در اینستاگرام من یه همچین چیزهایی رو اظهار فضلایی رو که میکردن و اظهار نظرهای واقعا عجیبی که میکردن با این استد اونم در برابر من منی که خدای داستان استدلالم یه همچین استدلالی رو میونن بخششون مذهبیونی هستن که در این زیارت آشوراشون از اول تا آخرش دارن فوش میدن به یک تعدادی که 1400 سال پیش مزاحمت ایجاد کردن مثلا برای اهل بیت اهل بیتشون و این داستان ها. یا مثلا الان 1400 ساله آب که میخورن میگن سلام بر حسین لعنت بر یزید خب واقعا این یزید مرده دیگه بر استدلال شما دیگه ولش کنید و یه استدلال واقعا مسخره ای است ببینید این استدلال که آقا کسی فوت کرده نه صحبت کرد که به خصوص اونم فردی که ببخشه تو جامعه مثلا بالاخره یک تاثیری داشته بالاخره ما بخوام یا نخوایم خوشمون بیاره شجریان یا خوشمون نیاد که البته با فاصله بسیار گسترده خوشمون نمیاد ولی به حال ما نمیتونیم منکر باشیم شجریان آدمی بوده که حالا به هر دلیلی ایشون تأثیر گذار بوده تو جامعه اینجوری باشه که ما دیگه نباید در مورد صدام و فردا ترامپ برد خب بیاید همینو بگی یک مقلته است که عموما ادعی که از یکی خوششون میاد میان بیان میکنه نه طرف مرده یا اولا که زنده بود ما دهها برنامه ساختیم در موردشون در استکهلم من بودیم پسرشون هم چند بار اومدن استکهلم من اونجا هم بودم و توی استکهلم بودیم یعنی ما جای من یه آدمی که از مثل ترول های مجازی که حالا از های مختلف که پشت آیدیه، مثلا حالا ببینید شما ترول های یا برانداز اینا پشت آیدیهای های پنهان هستن و نظر میدن این ناجوان مردیه من امید دادا جله صحنه و شرایط زندگی مکان زندگی همیشه مشخص بوده و در جلو روشنه این سخن خب این یک مرد مورد پس بنابراین این که آقا مرد دستش کوتاه اینا که اینا چرنده چطور حالا که دستش کوتاه شما میتونید اسکولیسم سیاسی رو به حمایت از شجریان تو جامعه ترویج کنیم ما نمیتونیم بگیم این آدم چه فسادهایی داشته که جامعه دنبال یک آدم فاسدی چون محمد رضا شجریان نره حتی مرگش هم تو نشانه ای از فسادشه چند روز پیش فوت شده ولی میان برنامه ریزی امروز اعلام کنن هم خودش این برنامه رو داشته و هم با آقای هماین شجریان که حالا اتفاقا پسرشون هم میشه ولی ابتدا الان شد چون پسرشون که چیزه بحث فطری بوده یعنی ذاتی بوده که پسرشونه ولی در بحث اکتسابی ایشون با آقای شجریانه و خب در مورد آقای شجریان و در مورد اینکه چرا دو سه روز پیش فوت شد و امروز اعلام کردن دوست دارید اینو ابتدا بگم یا یک نگاهی به گذشته اجازه بدید یه عزیزی مزاحم داره میشه ما این بند خدا رو بند خدا بذارید ما این بند خدا رو چیزش کنیم بلاکش کنیم عزیز دلو عزیز دل خب بفرمایید شما بلاک بشید و اصلا من بذارید بیام بیرون که خیال همه راحت شه که مزاحمت ایجاد نکنه خب بله اصلا اومدم خب دوست دارید ابتدا به ساکن ما در مورد اینکه چرا دو سه روز اعلام کردن و چه کسانی پشت این داستان بودن یا اینکه نه از گذشتهش یک چیزی بگیم من تصمیم گرفتم ابتدا بشینیم یک سری از مسائل گذشته که ایشون و اینکه چرا ما آقای محمد رضا شجریان رو فاسد میدونیم یک صحبتی بکنم و بعدش اینسا هستش عزیزم و بعدش صدا قطع نیست در اینسا صدا نیست خب من قطع کنم تو اینسا دوباره بیایم و بعدش بریم ببینیم که چه مارموزی الان انجام دادن بذارید ما در اینستا بریم الان صدا هست صدا تصویر همه چی خوبه قربتون برم من الان همه چیزم اوکیه اینستا برگشتیم الان تو اینستا دوستان ببینن صدا خوبه ما ادامه بدیم دوستان در اینستا صدا خوبه یارانی که میان در اینستا الان صدای برنامه من خیلی کمه صدای برنامه من عالی عالیه همه چی عالیه قربونت یه بار چک کنیم که ادامه برنامه رو داشته باشه خب تو اینستام اومدیم صدای اینستا خوبه اوکیه میگن صدا نیست عجیبه بذارین ما یه ریستارت استارت بکنیم با اون یکی گوشی بریم عجب ببخشی دوستان ما ادامه برنامه داشت الان ببینیم صدا هست یا نه هرکی هم زنگ بزن اینا بدونه بعد من بلاکش میکنم قربتون برم چون الان داریم برنامه اجرا الان صدا خوبه تو اینستا عزیزم الان دوباره برگشتیم تو اینستا صدا خوبه یا نه خب صدا خوبه دوستان تو اینستا بله اوکی خب ببینید آقای محمد رضا شجریان اولا یک عنصری بوده که همیشه شریک دزد و رفیق قافله بوده یعنی همیشه یک آدمی که از نظر شخصیتی ببین اینا ته داستان دیگه ببخشید منفعت طلب انسانه چندشاوریان همیشه خواسته با ساختار قدرت بخور بخور داشته باشه در عین حال که در جامعه ما به ویژه از زمانی که بروکراسی به این شکل در دنیا متداول شده و دولت ملت به این شکل به وجود اومده خب مد بوده در کشورهایی که اصطلاحا متاسفانه میگن جهان سوم و ما هم جزش هستیم و اینو میگن و متاسفانه کشور جهان سوم یعنی من احساس میکنم یعنی کشورهایی که خب مورد استعمار قرار گرفتن همچون ما موت بوده که توده مردم هم مخالف حکومت باشن و طیف روشنفکری که به ویژه در 200 سال گذشته در کشورهای چون ما پدیدار شده اینها مد بوده که ضد حکومت هم باشن ای خب این شجریان که باید در کنار حکومت بخور بخور داشته باشه پس دیگه نمیتونه از اون سفره ای هم که در داستان روشن فکری پهنه و یکی از شاخص هایی که شما سر اون سفره بشینید و شما را رو روشن فکر بدونن اینه که بعد مخالف حکومت باشی هم بهره برداری داشتی بهره ای ببری خب ایشون چیکار میکنه ایشون در عین حال که با حکومت بخور بخور داره جز مخالفین هم هست و خیلی جالبه چون آقای شجریان در طول زندگیشون دو تا حکومت رو تجربه میکنن که زیر و واقعا یک کشور رو عوض میکنه چون ایران یعنی هم حکومت شاهنشاهی رو تجربه میکنه و هم حکومت جمهوری اسلامی رو تجربه میکنه این عجب آدم پدر سوخته ای بوده که هم در کنار حکومت پهلوی بخور بخور میکنه و هم در کنار حکومت جمهوری اسلامی و دو برابر پدر سوخته بوده که هم در ظاهر ضد حکومت پهلوی بوده و هم در ظاهر ضد جمهوری اسلامی بوده یعنی این آدم حداقل از نظر اخلاقی سیاسی هر جور حساب کنی این آدم نمیتونه یک الگویی باشه مثلا تو این زمینه الازه واقعا شخصیت اجتماعی سیاسی ته داستان پست دیگه چجوری در زمان شاه خیلی خواننده ها من با آقای گلپایگانی هم مصاحبه داشتم البته در مورد آقای شجریان من قبلا یه برنامه کامل ساختم که حتما این برنامه رو ببینید که البته این برنامه رو امروز دوباره به صورت اجتناب ناپذی بخشایش رو تکرار خواهم کرد و بعدش میریم سراغ این که چرا مرگ ایشون رو دیر اعلام کردن این برنامه است حالا در کنارش هم من در, در مورد آقای شجریان حتی به صورت غیر مستقیم با استاد بزرگ گلپایگانی من مصاحبه ای داشتم و شما خب اینجا میبینید که تصویر آقای گلپایگانی در کنار من در یعنی در این پوستری که هستشو و ما این مصاحبه رو علات صوتی اجرا کردیم یعنی به خاطر کرونا نشد که من برم پاریس و برنامه رو به صورت زنده و در کنار ایشون بشینم اجرا کنم برای همین صوتی اجرا کردیم خب بگذریم چیزی که وجود داره ایشون در دوران محمد رضا شاه پهلوی یک پای ثابت جشن هنر شیرازی است که اتفاقا اون جشن هنر شیراز باعث ناراحتی بخشی از مذهبیون میشه توش چون رقصای خیلی لختی و برهنگی و اینا داشته و هر وقت فرح دیباه به آقای شجریان میگفت بیا ایشون میرفت ولی بعد می اومد در کنار آقای هوشنگ ابتهاج تودهی ای. که اینا عشقشون اینا کعبه آمالشون هم شوروی بوده الان هم دیدم این آقای ابتهاج گویا گفته که اگر حافظ بود مثلا سر روی آقای شجریان رو میبوسید تو عیزم تو یه تودهی بودی بابا جان آقای هوشنگ ابتهاج شما ها زوال عقل پیدا کردید که حتی شجریان بعد از انقلاب یکی از عوامل ارتباط بین حزب توده در داخل ایران و در شوروی و مسکو بوده یعنی بارها سفر میکنه به مسکو و اطلاعات جابجا جا میکنه خودش سوتی داد در مستند آقای صادق سبا که یکی از عناصر ضد ایرانیه میدونی دیگه صادق سبا بی بی سی واقعا جریاناتی که دارم برای سرویس های اطلاعاتی کار میکنم اونجا سوتی داد که رفتم سیاوش کسترایی رو در مسکو دیدم بعد اومدم اخباری که به من گفته بوده به هوشنگ ابتهاج در تهران دادم خب در همون زمان خانم فره دیبا هر وقت اینو صدا میزد ایشون یه پای هنر شیراز بود در حالی که خیلی از خواننده‌ها تو هنر شیراز اصلا جایگاهی نداشتن نمیرفتن همچون آقای گلپایگانی بسلامی و خیلی سروستانی اینا کلی خواننده ها داشتیم تو حوزه سبک آقای شجریان و اینا نمیرفتن ولی شجریان می و خب در کنارش هم پای سفره آقای طالقانی و اینا می شستن و همین آقای علیزاده که موسیقی میزنن و در یه مدتی هم با ایشون و با آقای لطفی و اینا کار میکنن اینا یه پای ثابت صحبت های آقای طالقانی و دوستان مذهبیشون بودن در کنار این در با حزب توده کار میکرد یعنی یک نمادی از ارتجای سرخ و سیاه بوده آقای شجریان صبا با برادران کمونیست میره با رفقای کمونیست مثلا این ورون ور میرفت تو تیم هوشنگ ابتهاج و غیره شبا با برادران مسلمان محشور میشد آخر هفته ها میرفتش با خانم فرای دیبا و اینا مراسم های مختلف آواز میخون یعنی شما نیا چه آدم میتونه پست باشه هم با توده یا باشی هم با مسلمونا باشی و هم در کنار حکومت باشی و بعد از انقلاب هم همینه یعنی حالا انقلاب میشه اتفاقات عوض میشه و اینجا رو یه دقیقه نگه داریم من یک گریزی کنم در همون دوران پهلوی در دوران پهلوی مود چیه حالا در مودش رو بعد صحبت میکنیم بلش کنیم انقلاب میشه و حالا دیگه مود چیه یعنی کلا کشور الان روتین داستان چیه اینی که باید انقلابی باشی من شما رو ارجاع میدم به مصاحبه سال مرداد 58 آقای محمد رضا شجریان با ارگان حزب توده به اسم روزنامه بامداد دوستانی که الان میخوان حالا تطلو گوش میکنن دمتون گرم حالا تطلو والا یک دونه از این خالکوبی های تتلو به هزار تا شجریان میارزه چون تطلو هر چی هست که من ازشم خیلی بدم میاد اما خودشه هر چی هست حتی اگه خانوم بازی هم بخواد بکنه داره میگه میخوام خانوم بازی کنم مثل شجریان نیستش که بیاد یه الگو غلطی هم در جامعه هیچ که مثلا تطلو رو برای زندگی خصوصیش الگو قرار نمیده ولی شجریان متاسفانه تونست با مارموزی به یک منفعت طلبی گسترده برسه خب در ارگان حزب توده روزنامه بامداد مرداد سال 58 ببین من کار پژوهش کنم قربونتون برم یه دفعه نمیام همینجوری بگم و یه چیزی بگم الان هم احساس میکنم در اینکه جامعه رو از اسکولیسم سیاسی افت کنیم هر کاری میکنم همیشه هم تنها بودم از داستان اویغورها بگیر تا داستان جنگ سوریه زمانی که در خارج از کشور من از جنگ سوریه دفاع کردم هیچکی نکرد هر جا احساس کنم تک و تنها شمشیرمو میزنم در راستای وطن و تنها چیزی هم که برای من مهمه منافع ملی وطنه مرگم حقه فردا من میمیرم آقای خامنه ای فوت میکنه خدایی نکرده و خیلیها میمیرن هممون میمیریم مرگ حقه بعد ببینیم چه جوری زندگی کردیم غیره فردا منم میمیرم حالا هر کی من خوشش نمیاد فردا بعد از مرگم میتونه بیاد همین برنامه رو اگه توانایی داره اجرا کنه هرچند دشمنان ما که همش توهماتشون اجرا میکنن بگذاریم آقای شجریان در اون روزنامه دو روزنامه امور... اون روزنامه بامداد در امرداد 58 که امرداد تو یه لحظه تصور کن جو شدیدن انقلابی و خب داشتن شعار میدادن که هنرمندان دوران شاه باید برن کنار خب آقا این هنرمندان دوران شاه باید برن کنار که آقای شجریان یه پای ثابت مراسم های خانم فرح دیبا بوده حالا خود این میاد مصاحبه میکنه چون اون موقع هنوز فدایان خلق و اینا که این باشون ارتباط داشته و از اون برم خب جریان آقای طالقانی اینا هستن و این به این واسطه که حسابی با همه اینا هشت داشته خب بالاخره یه جایگاهی داره میان مصاحبه میکنه و خیلی با وقاحت یه آدم کثیف میتونه همچین چیزی رو بگه میگه که آقا جان خوانندگان دوران شاه باید ممنول کار بشن آقای شجریان میگه دقیقا کاری که بعدا مخمل باف تودهی با فردین و ناصر ملک و اینا کرد این همین کار با گلپایگانیها ها ها و غیره میکنه و مصاحبه میکنه میگه نه بعد ابتزالی که در دوران بود دوباره تکرار بشه پس از این صحبت ایشون و خب ایشون خوشم به بدنه قدرت سری نزدیک میکنه و خب با بدن قدرت چجوری خودش نزدیک میکنه سری میان میگه آقا جان خب این زبیل الله منصوری که دیگه میدونید دیگه این آقای زبیل الله منصوری ربنا مال اونه خب این زبیل الله منصوری وقتی ربنا رو میخون یه دوتام توی رادیو رادیو رادیو, رادیو ملی زمان شاه یه دعایی هم به جان شاه میکرد سری میاد چون زبیل الله منصوری اینا دیگه نمیخوان بخونه گوشه گیرش میکنن و حتی بعد به دستور خلخالی ناجوان مردانه تو بیابان های ورامین زبیلالا منصوری رو ترور میکنه و کی ترور میکنه آقای خلخالی میکنه خدا لعنتش کنه و این خلخالی جنایت ها کرد و خب خوشبختانه آقای خامنه ای گذاشتش کنار و خیلی هم ضد خامنه خیلی جالبه همه این تندروهای شست هم ضد خامنه ای هم پدر سوخته خود همین شجریان که جز خوانندگان تندرو در دهه 60 بوده اینم ضد خامنه ای میشه نگاه کنید دهه 60 این میگه باید جل خانندگان گرفت نباید اینا بخونن و فلان اینا حالا این هم زده خامنه نیست و سریع چون خودش به بدنه قدرت نزدیک کنه اون موقع این مرتی که سازگارا که الان هست این توی رادیو تلویزیون بعدن ادعا کرد من هم یه مسئولیتی داشتم به شجریان گفتیم اومد ربنا رو اجرا کرد که مردم یاد این داستان زویلا منصوری رو دیگه بزنن کنار چون مردم عادت داشتن در ماه رمضان افتار خودشون با آقای و منصوری باز بکنن خب آقای شجریان میاد ربنا رو میخونه و زیرا به این آقای زبیلا منصوری هم ترور میکنن حالا اونها فیزیکی زبیلا منصوری رو ترور میکنن آقای شجریان به صورت هنری زبیلا منصوری رو در حقیقت ترور میکنه با خوندن این تران با خوندن ربنا خب اینجوری هم خوش به بدنه قدرت نزدیک میکنه در اوج اینکه اصلا کنسرتی تو ایران اجرا نمیشون آقای شجریان تمام کنسرتاش در خفقان ترین دوران جمهوری اسلامی که دوران آقای رفسنجانیه که جالبه بعد اینم از اون ور بوم افتاد میگفتش که بریم با دنیا کنار بیای مرتی که تو دوران ریاست جمهوری خودش همین رفسنجانی از این نظر خون مردم رو تو شیشه کرده بود بعد دیگه آخر عمری ضد اینم شده بود ضد خامینه ای حالا میگه بریم همه چی رو باز بکنیم نه به اون بسته شدنتون نه به این باز شدنتون ولی کنسرت های آقای شجریان همش در دوران آقای رفسنجانی اجرا میشه و خیلی جالبه در عین حال که کنسرتاش در دوران جمهوری اسلامی همش برگزار میشه تمام نواره کاستش میاد بیرون و غیره در عین حال پوزیشن ضدیت با حکومت هم خیلی نرم میگیره که اوجش دیگه میرسه به اتفاقات سال 88 که اوج میگیره آقای شجریان نمادی از دوست قافله و شریک دزده شما میبینید هر سه دیگه اومد خارج حتی با جوانمردی نشسته این مردک با همه نشست با دیگه ضد ایرانی تنین چهره و عنصر این آقای بگید دیگه همین مال بی بی سی صادق سبا در من و تو رفت در همه رسانه های ضد ایرانی رفت اینا رو که کاری نداریم مال اصلا نمیخوام وارد ایناش بشم و در اون ورم میوم و کنسرتاش تو ایران اجرا میشد و غیره آقای شجریان انقدر این آدم در چارچوب مد بوده که در زمان شاه ولی که خودش رو به بدنی قدرت نزدیک کنه در زمان شاه مود این بوده که شما نامتون علی و اسقر و حسین و نام های عربی نباشه که به بدنه حکومت نزدیک شی ناماتون باید داریوش و آرش و اینا بوده بوده باشه که بتونی موقعیتی بگیری آقای شجریان برای اینکه خودش به بدنه قدرت نزدیک کنه و وارد رادیو بشه با نام محمد رضا شجریان وارد نمیشه خیلی ها شاید ندونن اینو آقای شجریان سالها در رادیو ملی ایران با نام سیاوش بیتگانی، با سیاوش بیدگانی میاد ترانه می میکنه همین موسیقی خودش اجرا میکنه حتی پدرش خب قرآن خون بوده در مشهد بودن از اونور میگه نمیخواستم بابام هم بدونه ولی داره دروغ میگه چرا بابات نمیخوای بدونه خب محمد رضا شجریان نکن بگو, بگو علی اسخر فلان مثلا چرا مثلا اومدی نام سیاوشی رو اتفاقا قرار دادی که این نام سیاوش دقیقا اون موقع رو مود حکومته چون حکومت پهلوی دوست داشت شما ناماتون ایرانی باشه و چرا دقیقا که انقلاب میشه شما یه دفعه پدرش هم زنده است بعد از انقلاب با وجود اینکه پدر زنده است دوباره برمیگردی به نام محمد رضا شجریان چه <تصورت> در دوران حکومت پهلوی با نام سیاوش کار میکنی چون حکومت تبش اینه که نام سیاوش باشه بعد دوباره حکومت عوض میشه مدین همه علی اصغر و حسین و حسن باشن تو هم میشی محمد رضا یعنی ببینید تای آدم منفعت طلب بوده این شجریان تو این زمینه و در مورد مد بودنشون من حالا یه عکس اینجا دارم بذارید بهتون نشون بدم اون عکسرا خیلی جالبه مثلا آقای شجریان مثل همه افراد عادی دیگه وقتی که مد بوده در زمان شاه میرفته شکار اصلا در دوران پهلوی ها و قبل از پهلوی ها اصلا شاهان قاجار شاهان پهلوی اینا عشق شکار داشتن اصلا شکار کردن در دوران گذشته نشانه قدرت بوده آقای شجریان تمام این گوزنه و قوچه و خرسای سوادکور رو بیچاره کرده بود این تصویر آقای شجریانه حتی دو تصویر دیگه داره که من الان پیدا نکردم همه هم جالبه از تو فضای اینترنتی حامیان ایشون نمیدونم به چه شکلی با چه مافیایی پاک میکنن این تصاویر رو آقای شجریان زمانی که مود حیوانات شکار بکنید مثل همه آدمای عادی دیگه مثل همه ما یه دونه بود یارو پسر اومده بود تو این برنامه عصر جدید مردم عادی دقیقا مثل همه مردم عادی در اون زمان که مود شکار کنی همه حیوانات رو میره شکار میکنه بعد مود میشه تو این در 15 سال اخیر به ویژه 20 سال اخیر مود میشه که آقا دفاع از حقوق حیوانات آقای شرجنگان یه ترانه هم داره که میگه مثلا یه قوچ بیگناه و نکشید و فلان و با اون صدایی که به قول آقای شاملو البته من شاملو رو قبول ندارم شاملو خودش یک ایران ستیز بود ولی با رو قبولش ندارم دلیل نمیشه با یک جملهش موافق نباشم دقیقا با جمله‌ای که موافقم با شاملو اینه که حالا نظر هنری صدای آقای شجریان تشبیه به ارعر خر میکنه من اینو من نمیگم من چون تو بحث موسیقی در حقیقت صلاحیت نظر دادن ندارم من صاحب نظر نیستم تو این زمینه چون من موسیقی رو به صورت عام گوش میکنم من نمیتونم بگم صدای شجریان خوبه یا بده البته خیلی از عزیزانی که تتلو اینا گوش میکنن الان که رگ گردانشون باد کرده میگن شجریان صداش خیلی فوق العاده بوده استاد بوده من نمیتونم نظر بدم ولی خب حالا آقای شاملو صدای ایشونو تشبیه به ارعر میکنه و بزرگانی چون استاد گلپایگانی چون استاد مبشری که اصلا این بعدا توهینی کرد به استاد مرتاش که استاد خودش بوده پنج سال به این زبان یاد داده بعد این اومد نمک خورد نمک دون شکون و علی استاد مرتاش رفت تو یکی از این روزنامه های طلب یه سری حرفایی مفت زد و اونجا استاد مبشری جواب آقای شجریان رو میده و میگه تو پدر موسیقی ایران رو در آوردی تو سبک خودت و تحریرهایی که دادی اینا در چارچوب اصلا خواندن قرآن اینا و ربطی به موسیقی ایران نداره اونو پاسخش آقای مبشری داده صدای ایشونو من اینجا نمیتونم نقد کنم ولی افرادی چون استاد گلپایگانی استاد مبشری و ده ها استاد دیگه که متاسفانه پشت پرده حرف میزنن ولی این دو استاد اومدن جلوی صحنه ده ها نظر در حوزه موسیقی که اصلا میگن صدای ایشون اصلا در این سطح ها که بگیر خصوص آوازی اینا که چی اصلا زربم زده به موسیقی ایران من نمیدونم چون من نمیتونم نظر بدم چون سواد موسیقی ندارم ولی خودم به صورت عام که گوش میکردم یعنی یک بارم حتی یک ترانه آقای شجریان رو نتونستم از اول تا آخر گوش کنم به ایران سوگن به عزیزترین کسانم سوگن من یک ترانه شجریان رو نمیتونم گوش کنم مونتا اینو میتونیم بگید آقا امید تو نمیتونی گوش کنی تو کک سلیقه ای تو نمیفهمی اصلا پاشه برو اندی تو گوش کن دمتونم گرم حق با شماست نظری نه ولی اونایی که ساب نظرم هستن خیلیاشون هاشون نقد های جدی به صدای آقای شجریان داشتن که موضوع بحث ما نیست پس اونجا که مد بوده حیواناتو میکشته ولی بعد اومده ترانه در دفاع از این خونده که آقا حیوانو نکشید و نیازارید و اینا بجز این مسئله که حالا آقای شجریان با این تصویر که دارید میبینید یه داستان دیگه ای که در مورد منفعت طلبی این آدم من میتونم بگم داستان ربنا و صدا و در سال 88 وقتی که این زدیتش رو با حکومت شروع کرد اینا دیگه دید که دیگه نه دیگه الان باید دیگه خود علنیتر تر ضد حکومت باشه چون توده مردم در یک اسکولیسم سیاسی شدیدا ضد جمهوری اسلامیان ایشون مثلا که گفت من کنار مردمم تفنگ تو, تو زمین بگذار از این مزخرفات بعد دید که آقا جان صدا سیمام چیکار میکرد 22 بهمن 88 شده خب در اون موقع هم همه دارن میگن مرگ بر دیکتاتور و فلان و اینا جنبش ثبت خیلی محکم وایستاده تو داستان خودش حالا آقا تصاویر آقای خمینی رو 22 بهمن نشون میدن که اپلکان داره هفه ما داره میاد پایین و صدای ایران ای سرای امید آقای شجریان رو روش گذاشن به این فشار اومد اولا حداقل سه تا ترانه آقای شجریان علی محمد رضا شاه پهلوی خونده حداقل شما عقب افتاده های که شاه شاه میکنی شماها دیگه نمیدونم چیه هوادار شجریانی شماها دیگه چی میگید و سه تا ترانه ایشون داره علی محمد رضا شاه پهلوی تو همون شلوغی هایی که همه میگفتن مرگ بر شاه مد بود دیگه میگفتن مرگ بر شاه هم ترانه خون برای مرگ گویان در سال 88 مد بود بگم مرگ بر دیکتاتور مردم خب میدم هم اومد و مرگ بر دیکتاتور و حتی اومد ترانه خوند و که مثلا چیز تو زمین بزن این آدم منفعت طلبیه اینا آدمایی نیستن که شخصیت بشه الان دیدم پسر مو تو لندن آفتاب سرش نمیخوره این پسرک هم اومده داره میگه آقا تو رو خدا استاد فلان خفش شما با پوپولیست شما در... نام خودتون حداقل روشنگر نده روشنگر بعد انقدر جرأت داشته باشه خودش رو فدای ملت ایران بکنه با وجودی که میدونه همین ملت قرار فوشش بدن من دارم فوش میخوام از ملت ولی ما خودمون رو فدای ملت میکنیم فوش بدن ملت ولی ما حقیقت رو مثل د... دکتری که اون داروی تلخ و میرزه تو علقه داروی تلخ حالت رو بد میکنه فوش هم شاید بدی به پدر مادر دکتر کسی که اون دارو رو بهت ولی اون کسی که این دارو رو داره بهت میده دوستت داره داره این کار رو میکنه با وجود که اون دارو تلخه روشنگر باید اینجوری باشه نه اینکه همراه بشه مثلا بچه مثلا بگه که آقا من دارو رو نمیخورم آمپول رو نباید بزنم حالا این آمپول نیازه به بدنش که باید بزنی میگه نه من نمیخوام اینو این آمپول رو بزنم و تو بگی باشه آیزام نزن فرده سرد اینکه دوستی خاله خرس آقا مثلا پرنسی به برنامه من قبول نمیکنه نامت هم دیگه بیارم حالا رفتی در یک داستانه و خیلی از این هنرمنده و غیره حالا هنرمنده که دوزری کسایی که ادعای روشنگری میکنید شماها چرا دارید برای شجریان الان اشک تمساه میریزید میخواید مخاطب جذب کنید خاک بر سر آدمی که میخواد از این راه مخاطب جذب کنه و این شما چه جور روشنگری هستید که همراه شدید با اسکالیسم توده جامعه اصلا جامعه میدونه این چیزایی که من دارم میگم در مورد این شخصیت منفور نه یه چیزی شنیده شجریان شد به خدا 90 درصد اینایی هم که دارن عشق میریزن یه ترانه این را ما نمیتونن از اول تا آخر گوش کنم پسرش من نمیتونم گوش بکنم چه برسه به خودش بگذریم در اون زمان دید که آقا جان سه تا ترانه اولیشون خوند خونده علی شاه یکی برادر بی یه ترانه میخونه برادر بی قراره بعد یه ترانه میخونه یه دونه ترانه خونده جاله خون شد که همون جاله خون شد هم دروغ میگه عین همون چند هزار تایی که گفتن تو آبان سال گذشته کشته شدن دروغ میگفتن در مورد جاله خون شد هم این دروغ میگفت چون تو جاله نهایتا چل نفر کشته شدن بعد گفتن چند هزار تا این هم من نمیگم اماد باقی که پژوهش کرد تو زمینه یه میدان جاله چل نفر کشته شدن زیاده یه نفر هم زیاده ولی 45. بعد گفتن آقا خون شد جاله یعنی همین ببین ما مشکلمون اسکالیسم سیاسیه چه چه جمهوری اسلامی نه جاله خون شد نه آبان 98 خون شد اون چیزی که میگن آیا آبان 98 و میدان جاله در سال 57 کسی کشته شد بله ولی اون چند هزار تایی که میگن تو میدان جاله کشته شدن یا چند هزار تایی که میگن تو آبان 98 کشته شدن دروغه تعدادی که تو آبان 98 کشته شد نهایت 300 نفر بود توی میدان جاله هم نهایتا 50 نفر بود حالا مد اینه که اونجا بیای تا مثلا علی حکومت شاه شا نمایی کنی و جال خون شده خون منم که آقای خمینی داشتم میومدن ایران خب همه جوگیر شده بودن ترانه میخونن دیگه چون چرا میگم جوگیر چون تقریبا بیشتر کسایی هم که برای آقای خمینی ترانه خوندن بعدا ضد آقای خمینی شدن پس این نشون میده شما جوگیر شدید خوندید برای آقای خمینی آدم باید بدونه چیکار میخواد بکنه خب ایشون هم مثل خیلی اخواننده های اون موقع که تحت تاثیر قرار گرفتن همین فرامرز اصلانی یکیشونه این اومد ترانه خون علیه حکومت شاه تو آقا تو قرتی که کنار گوگوشی تو هم ترانه خوندی بعد همه اینا ترانه خوندن علیه شاه این هم اومد خون و در برای اومدن آقای خمینی هوشنگ ابتهاج سری شعری می نویسه به نام ایران ای سرای امید فکر میکنم محمد رضا لطفی هم تنظیمش میکنه موسیقیش آماده میکنه و فورا آقای شجریان میخونه حالا آقای شجریان تا این ترانه رو برای خمینی خوندی حالا سال 88 میشه مردک میگه من برای خمینی نخوندم میگن برای کی خوندی میگه من اینو برای مردمی که تو خیابون دیختن خوندم ولی بعدا همین مردم خب اشتباهاتی هم کردن عجب خودشو جدا از ما خواننده مردمی از یک غلط دست جمعی که با هم کردن سال 50 خودش رو جدا میدونه من نه حالا این مردمی بودنش هم بحث دارم مردمی بودنش هم مبحثی برای گفتگو کردن و خب ایشون میاد در سال 88 بهش فشار میاد که آقای خمینی رو دارن نشون میدن اومده ایران و ترانه ایرانی سرای امیره برمیگرده به صدا سیما میگه این ترانه منو حق نداری پخش کنی جریان اصلاح طلبی و براندازی که اینا دشمنان وجودی ایرانه جمله آقای شجریان رو تو رسانه ها تحریف میکنن میگن شجریان گفته صدام نباید پخش بشه صدا سیمام هم لج میکنه میگه اوکی اگه قرار من ایران ای سرای امید تو رو پخش نکنم باشه من ربنای تو هم پس پخش نمیکنم به این فشار میاد بر همه جا میشینه تو روزنامه شرق و روزنامه آفتاب و غیره یه دونه دیگه هم بود فکر کنم روزنامه اعتماد بود اگر اشتما نکنم در سالهای گذشته تو این چهار پنج سال اخی چند تا مصاحبه میده مردک خدا هم, هم بهتون میگم چرا نیامرزه چند تا مصاحبه میده و بر می تعدادمون بله همینجور داری میره بالا چند تا مصاحبه میده صدا خوبه دیگه ایزان صدا همه جا خوبه قربونتون برم همه چی اوکیه چند تا مصاحبه میده میگه چرا شما بنای منو شنیدنشو از مردم ایران محروم کردی تا نگران مردم ایران نباش هر کی با رب تو حال کنه ببین اس اص اصل دیجیتاله میزنه توی موبایل صدای ربنات میاد بهش فشار اومده بود که صدا سیما ربنای اینو نمیخواد پخش کنه گفت من گفتم ایران ای سر نه تو نمیتونی تعیین تکلیف کنی برای صدا تو یه ترانه‌ای برای خمینی خوندی نمیتونی بگی اینی که من برای خمینی خوندم پخش نکن چون الان مود اینه که مردم فوش میدن به خمینی ولی ربنای منو پخش بکن غلط کردی غلط کردی یا شجریان تا حالا تقاس هایی پس دادی که اینجوری هم مرگت با سخت بود خواهم گفت تو بیخود کردی تنگ تکلیف نمیتونی بکنی برای صدا سیما که آقا چون الان مردم مثلا از خمینی خوششون نمیاد من این ترانه‌ای که برای خمینی خوندم اینو پخش نکن ولی چون بخش مذهبی میخوام بخش مذهبی رو نگه دارم و اینا با ربنا خوششون میاد ربنای منو پخش کن صدا میگه غلط کردی پخش نکرد حالا اینجا یه آدم حرام لقمه ای ما به نام حسن روحانی این اومد یکی از وعده انتخاباتی نگاه کنید حرام لقمه ها رو نگاه کنید اومد وعده انتخاباتیش این بود که آقا من کاری خواهم کرد که ربنای شجریان برگرده صدا سیما یعنی از این پیرمرد یک عامل اسکولیسم درست کردن پیرمردی که هیچ زندگیشم به ما مردم ایران نمیخورد مردک حالا اونم خواهم گفت اومدن از داستان آقای شجریان یک عامل اسکلیف درست کردن که وعده انتخاباتی شد اگر روحانی رای بیاره صدای شجریان یا ربنای شجریان برمیگرده صدا و سیما دیدید به جای که روحانی بیاد وعده بده من اقتصادتون رو خوب میکنم من فلان میکنم کشور از نظر امنیتی حفظ میکنم مردک وقتی اسکالیست تو جامعه باشه همینه دیگه روحانی نگاه میکنه مردم چی میخوان مردم اسکول ما که ابتدا به ساکن دنبال اقتصاد که نیستن دنبال ربنای دوزاری آقای شجریانن خب برید همین ببینید دلار سی هزار هم میگه آقای دانا چرا از مشکلات اقتصادی ایران نمیگی به این آقای دانا کارای ریشه و پژوهشی میکنه فکر کنم من خودم وارد بازیای اسکلیسم شما ملت ایران میکنم نه من کار جدی دارم میکنم من کار جدی دارم میکنم دلار سی هزار تومن برای مردمیه که به خاطر شدینن صدای یک آدم منفعت طلب تو صدا و سیما میرن به یک شالاتانی چون حسن روحانی رأی میدن من چرا الان باید میام خونم و بازی بدم تو این داستان شما همین الانم هم که دارید فوشم میدید که چرا داری در مورد استاد ما حقایق رو میگی چرا اصلا داری میگی باید بگم من کارم روشنگریه من به خاطر که بگم اصلا این همه هزینه دادم بر چی نگم فکر کنم یعنی من کم میارم نمیگم نه میگم در مورد حوزه خصوصیش اینا که حالا برمیگردن میگن آقا ایشون استاد مردمی کنار مردم آقا این کنار مردم یه جمله غلطیه چون واقعا قاسم سلیمانی کنار مردم نبود میدونه چرا چون مردم ما که فکر زندگی خودشون بودن قاسم سلیمانی به خاطر این مردم کنار مردم نبود تو خاکریزا بود چون مردم عادی تو خاکریز نیستن ببینید مردم عادی دارن زندگیشون رو به صورت عادی انجام میدن افرادی که میخوان کاری تو جامعه کنن چه به درست چه به غلط هیچ وقت کنار مرد این جمله که در کنار مردم یک جمله اشته منم کنار مردم نیستم مگه مردم کارهای خطرناکی که من دارم میکنم من دارن انجام میدن من هیچ وقت خودم مردمی ندونستم اصلا مردمی ما نداریم از این نظر آقای قاسم سلیمانی در کنار مردمی که دنبال زندگی عادیشونن نبود به خاطر این مردمی که زندگی عادیشون ادامه پیدا کنه تو خاک ریزا بود بیچاره آقای شجریان هم کنار مردم نبود چون اصلا سبک زندگیش با مردم نمیخون اینم تمام زندگیش کارهایی بود که یک آدم اشرافی و یک آدم ببینید لاکچری کردن و خوب زندگی کردن یک بحثه اشرافیگری یک بحثه آقای شجریان آخه شما با چه معیاری میتونید بگید می مردم ها مردم عادی ما زنشون اگه چین چروک برداره میتونن برن زن دوم بگیرن نه عموما مردم عادی نمیتونن به خاطر که خانواده ها پدرشون رو در میرن داستان دارن خیلی کم پیش میاد یعنی این توی قاعده نیستش که مردی که زن چین و چروک تو صورتش پیدا کرده تازه طلاق هم نداد شجریان چون زن زرنگ بود طلاق نگیره زن اولش مون تو خونه داره قصه میخوره آقای شجریان با دختری ازدواج کرد که از دختر سوم خودش خانم مژگان سنش کمتر بود عروسیش هم خب مردم عادی که میگن آقا میگن خواننده مردمی این خواننده مردمی زمانی که هنوز هم مد نیست یعنی هنوز هم خوانندگان ما عروسیشون رو تو ایران میگیرن حداقل هنوز مد نشده آقای شجریان در هفتاد عروسیش میره پاریس میگیره آقای شجریان در یه هفتاد خانمشو میبره ونکوور پسر دوم رو به دنیا میاره آقای رایان خانم جوان که دختر سوم آقای شجریان هم کوچیکتره در ونکوور به دنیا آمده الان تو این سه چهار سال مد شده یا نه تا دهه 90 به این ور مد شد خوانندگان ما بچههاشون رو تو آمریکا کانادا به دنیا بیارن آقای شجریان این مسئله رو باب کرد آقای شجریان دهه هفتاد بچهش رو برده ونکوور من میخوام ببینم کسی که بچه خودشو رو میبره آخه من یه سری چیزا هست بعضی نزدیکم میدونن نمیخوام بگم آقای شجریان که بچهش برده توی ونکوور به دنیا برده یعنی کنار مردم بوده یا عروسی کردنش کنار مرد نه عروسیش کنار شما مردم بوده نه بچه به دنیا آوردنش ببینید اصولا میگن دوست اونه که نه فقط تو موقع شادی موقع غم کنارتون باشه ببین شجریان چقدر آدم حرام لقمه ای بوده ببخشید اینجوری میگم مرده دستش به شما کوتاست یزید هم دستش کوتاست پس انقدر لعنت بهش نفرستید من من لعنت به شجریان میفرستم چون حداقل یزید تو زندگی امروز به ما ضربه ای نزده ولی آقای شجریان زده تفکر قربگرایی و منفعت طلبی از آقای شجریان انتقال پیدا کرده در جامعه آقای شجریان حتی در شادیش هم کنار شما مردم نبوده شادی چیه عروسی و به دنیا آوردن بچه آقای شجریان حتی موقع شادیش هم شما ملت ایران رو به پشم صورت نداشتهش یعنی پشم نداشته صورتش هم حساب نکرده حتی میگی استاد استاد مردمیه استاد کجاش مردمی بوده نه ببین شما اگه این تو شادیش کنارتون بود میگفتم بهتون الان حرفم این بود استدلالم که آقا آدم نه تو شادی کنار هم دیگه باشه باید تو غم کنارتون باشه ایشون تو غم که چی تو شادی هم کنارتون نبوده رفته تو ونکوور بچه‌شو به دنیا آورده از اینو نگفتم ایشون یک الگوی زننده برای مرد ایرانیه نه تنها ایشون الگوی زننده است برای مرد ایرانی به عنوان یک کسی که باید الگو قرار بگیره شما می الگوش میکنید ما که میگیم سلبریتی اصلا الگو نیستش که شما میگی استاد کنار مردم بوده ایشون یه الگوی زننده خانم ما یکی از آقای شجریان دفاع میکنید ببخشید رک بگم خاک بر سرتون خاک بر سرتون کنم یعنی شما از آقا... کسی دارید دفاع میکنی که باب هو آوردن رو سر زن و باب کرد چون زن اولم حاضر نشد طلاق بگیره به خاطر بچه ها و غیره رفیق حالا بماند که تماما همایون و مژگان و اینا رو همه رو تو موقع بچگیشون چقدر کتک میزده وارد اونا نمیشن اوناشو میگیم حالا هر کسی شاید بکنه ولی با به این قضیه که رو که روزنه که باش بوده حالا خانومش من بهتون نشون بدم اجازه بدید این خانم آقای شجریان نه این یکی این خانم آقای شجریان بوده خب بعد ایشون میره یه دختر جوان یعنی کسی که آقای شجریان هنوز کاری نشده کنارش وایستاده با هم زندگی ساختن اونایی که ازدواج کردن میفهمن چی میگم خود زنها یه مقدار زودتر پیر میشن دیگه اوج نامردیه شما در کنار یک خانوم زندگی بسازی معروف بشی سلبریتی بشی حالا که این خانومه که کنار تو بوده با هم زندگی ساختی دوتا چین و چروک برداشته اینو طلاق بدی و بلنشی بری با یه دختر جوان زده پسرش توی کانادا اکس انداختن ونکوور بری حالا پسرش هم این آقازادگی هم که تو خانواده اینا مرسومه که رایانشون هم خواننده داره میشه رایان شجریان هم داره خواننده میشه بری با یه دختر جوون در این سر ازدواج تو خجالت نمیکشی با این چین و که صورتت کنار یه دختر جوون ببین این چه الگوی مرد ایرانیه این اصلا الگوی زننده ای سری مرد ایرانی الگوی ببخش هوسرانی مرد اینجا که تصویر را اینو نگفتم بهتون اینم تصویر هماین شجریان با جناق آقای محمد رضا شجریانه شکه نشو هماین شجریان با جناق آقای محمد رضا شجریانه داستانه بگم هماین دهه هفتاد از این خانوم خوشش میاد میره ازدواج میکنه وقتی که میرن خواستگاری این خانم که برای همایون بگیرن محمد رضا شجریان اون موقع پدر آقای همایون بوده اون موقع بوده بعد که این خانم رو میبینن یه خواهری داره این خانم که اتفاقا این خواهر اینه یعنی هماین شجریان به عنوان پسر شجریان با این خانم ازدواج میرن بکنن خواستگاری آقای محمد رضا شجریان که با خانم خودش با خانم اول خودش رفتن خواستگاری اون خانم که برای آقای همایون بگیرن بعد میگه خانم من چین و چروک داره این عجب خواهری داره زن پسر من میره با خواهر زن پسرش ازدواج میکنه آقا این چه جور با مردمی بودن کدوم مردم عادی این کارو میکنه من نمیگم چرا این کارا رو کرد آقا اینجا وقتی میرسی میگن آقا زندگی خصوصیش به تو ربطی نداره پس غلط میکنی یه همچین آدمی رو وقتی که الگو قرار میدی غلط کردی من به عنوان یک پژوهشگر میرم زندگی این آدم رو بررسی میکنم تا بدونم این آدم چی بوده که تو الگوش کردی هر کی اومد حالا صدای خوب این که صداش که ار بود به قول آقای شاملو اگر صدای خوبی هم داشته من نمیتونم اظهار نظر کنم من ولی نظر عامی خودم رو میگم که صداش اونجوری بوده ولی اگر صدای خوب اگر هر کی صداش خوبه بعد الگو قرار بگیره کی همین منطقه کیه تو وقتی که میگی خواننده مردمی الگوی جامعه است غلط کردی دیگه من به عنوان یک روشنگر و پژوهشگر بررسی میکنم میگم خدایا این با این خانمش که با هم اومدن بالا کنارش بوده رفتن خواستگاری برای پسرش به جای که برای پسرش فقط زن بگیره خواهر زن پسر خودش رو گرفته رو زن خودش یه دونه هوو آورده اینو گرفته این مردمی بودنه بعدم که رفته تو کانادا بچه رو به دنیا آورده تو آقا اینجای ای کار تا اینجای ای برنامه مرد و مردونه و خودت بشین فکر کن من دارم مزخرف میگم آیا مزخرف رو تو میگی میگی این الگوه نه من اگر این الگوه میگم حداقل از نظر سیاسی که این آدم همیشه شریک دوز و دوست قافله بوده توضیح هم دارم چه در دوران شاه چه در دوران جمهوری اسلامی در دوران شاه در دوران جمهوری اسلامی با حکومت هشت تا نش داشته ولی تو جپه روشن فکری هم باقی بمونه چهار تا لگن میذاره به حکومت پهلوی و حکومت جمهوری اسلامی و از نظر سیاسی که الگو نیست از نظر اجتماعی که الگو نیست از نظر زندگی خصوصی که الگو نیست و خاک بر سرت کنم که اینو الگو قرار دادی دیگه خاک بر سر من نیست برای خود تاسف بخور که یه همچین آدمی که با هیچ شاخصی نمیتونه آقا باید بالاخره یه چیزی باشه تا بگی من الگو قرار دارم اگر میخوای فقط میتونی بگی آقا صداش خوبه میتونه نمیفهمی اینجا من کم میارم چون من صدا رو واقعا نمیفهمم هرچند اونجا استادهایی هستن که اونا وظیفه دارن جوابتو بدن که همین آدم از نظر موسیقیایی چه خیانتی به موسیقی ایران کرده ولی من ورود نمیکنم چون سوادشو ندارم من تو بخشی که سوادشو دارم تو دهنت میزنم اون بخشی که سواد ندارم و آقای گلپایگانی و استاد مبشری و غیره بعد پاسخ بدن که چه ضربات این به موسیقی ایران زده اونو من نمیدونم بگو آقا صداش خوبه صداش الگو منه غلط میکنی بگی خواننده مردمیه کجاش مردمیه پیوستنش به جنبش صف عینه ببخشید منفعت طلبیه کسی که در ابتدای انقلاب میگه خوانندگان دوران شاه رو نیارید با چیز کنید بهشون کار ندید ببخشید میگن خسروی آواز ایران در زمینی که آقای شجریان بعد از انقلاب برای, برای بیچاره خوانندگانی چون سروستانی و آقای گلپایگانی و بستامی و غیره چید که اینا ممنول کار بشن ببخشید توی میدان دو میدانی قهرمانی دیگه مثل این میمونه که شما یه لاکپشت با خرگوش بخواد مسابقه بده دست پای خرگوش رو ببر لاکپشته بالاخره بعد از کلی مسافت تهی کردن از ماها که برسه به مقصد بعد بگی لاکپشت خط پایان رو رد کرد لاکپشت پیروزه معلومه که لاکپشت پیروزه در زمینی که دست و پای خرگوش تیسپایی، چون استادهای بزرگی چون گل پایگانی یا غیره رو شما بستید معلومه یک لاکپشت منفعت طلب شالاتانی چون شجریان قهرمان و خسرو آواز میشه ارزشی نداره تمام رقیبا تمام کسی که میتونن رقابت سالم کنن در اون حوزه رو دست و پاشو همین یه دارم یکی از ضرباتی که این زد به موسیقی همینه یه تک و تنها تو موسیقی دیگه تهش این شهرام نازدی بود که با هزار بدبختی اون تونست خوش بکشه بالا دقیقا جلوش گرفتن خب مورد دیگه هم بود که من نگاه کنم تا برسیم به اینکه اولا مرگش رو من بگم خیانتی که این که در مورد مردم زلزله زده بم ببخشید پوزش و اینجا ایزان راضی بودن از برنامه حالا اینو میذاره میخوام خوب پخش بکنید خدایش ببینید ما تو یک مبارزه با تحریفه اجازه نباید داد ایشون مرگی که داشته تو این داستانی که بالاخره ما ارتباطات گسترده ای داریم مرگی به شدت سختی بوده عفونت تمام بدنش رو فرا گرفته و با درد بسیار آقای شجریان فوت و این درد پاسخ اون خوردن پول مردم زلزله زده بمه زلزله اومده تو بم مردک با به این قضیه که سلیبریتی ها پول جمع کنن به صورت شخصی رو این باز کرد اگه یادتون باشه سر زلزله بم حکومت و آقا هنرمندان بیان حسینیه ارشاد پول جمع کنن کیا یادشون سنشون میرسه تعداد قابل توجهی از هنرمندایی ما رفتن حسینیه ارشاد بالای پل همت تو خیابون شریعتی پول جمع کردن منم اون موقع رفتم و اون مقدار پول تو جیبی که داشتم منم کمک کردم سنمم خیلی پایین بود اون موقع 18, 18 سال 19 سالم بود دیگه اینا ما هم رفتیم پول کمک کردیم اینا ولی ایشون اومد باب این قضیه رو باز کرد که آقا به صورت خصوصی به دور از حکومت پول جمع کنه کلی پول جمع کرد برای بم خب میدونید وقتی شما پول جمع میکنی میگه آقا پولا رو بدید به من که مثلا شما به حکومت اطمینان نداری پول بدید به من برم مثلا برای مردم بم خرج کنم خب مردم زلزله زده یادتون باشه وقتی که زلزله میاد مردم زلزله زده نیاز به پتو ندارن نیاز به کنسرو خوراکی ندارن نیاز به یه اجاقی ندارن از این اجاقای علایدین ندارن که گرم بشن نیاز به اینجور مسئله ابتدایی نداره مردم زلزله زده چه نیازی به اینا دارن مردم زلزله زده نیاز به باغ هنر دارن بر مردک حرام لغمه آقای زیبا کلام هم الگو برداری کرد از استاد شالاتان خود شجریان که سر زلزله کرمانشا پل زهاب اومد مردم نیاز به پتو و خوراکی و نان و کنسرو و اینجور چیزا ندارن که مردم نیاز به دهکده امید دارن یه جایی درست کنیم برای کارای تجزیه طلبا آقای شجریان هم پولا رو جمع کرد مردم به تو مرتی که همین پولا رو خوردی اینجوری زرد بدیدی مردم به تو آقای شجریان این پولا گلوت به خدا نیا مرزتت من برای بزرگترین دشمنام که سر کرونا اینا مردن دیدید همیشه اومدن گفتم آقا خدایشون ببخشه خدا ولی تو رو نبخشه به من یکی نوش که آقا تو چرا بقیه رو گفتی خدا ببخشه حتی به تو فوشای ناموسی به من فوش ناموسی داده بودن گفتم خدا ببخشه چون به من فوش دادن چون خیانتی هم که تعلی ایران میکردن پالس ضعیف در حدی نبودن که من از حق خودم میگذرم دشمنای من که مردن بارها دیدید نمیشم خداشون بیامرزه اینو نمیتونم بگم خدا بیامرزه خیانت های گسترده ای که به صورت متداول و پیوسته این علیه ملت ایران کرده و علیه کشور ما کرده چطور میتونم بگم ببخشه پول رو جمع کردی به جایی که چراغ علایالدین و چه میدونم پتو و کنسرو و نان و غیره و اینجور بسات چادر چادر بخری برای این مردم زلزله زده به مردم میگی شما نیاز به باغ هنر دارید مرد و با باغ هنر هم نزد آخر خودش نزد آخر مرد آخرش هم برای سالها هنوز باغ هنرش داستان معلوم نیست چیه پولا رو برداشت با خانوم رفتن توی کانادا هر یه پاش که کانادا بود یه پاش آمریکا با پولی که مردم جمع کردن برای کمک رسانی به زلزله زدگان بردش به بهانه باغ هنر فلان و این باغ هنر چی شد ما نفهمیدیم کسی میدونه باغ هنر چی شد مردک مردم زلزله زده نیازهای اولیه دارن نه نیاز باغ هنر ندارن که بعدا همین مردی که زیبا کلام ضد ایرانی که از باخت عربستان هم ناراحت میشه و عامل حمایت از اسرائیل تو کشورمونه بعدا اومده برای مردم زلزله زده پل زها پول جمع کرده بعد مردی که میگه براتو میخوام دهکده امید بزنم تو غلط میکنی پول به اسم زلزله جمع کردی بعد بری برای مردم زلزله زده کنسرو ماهی و تون ماهی و چه میدونم از این جور چیزای اقلام خوراکی بخری غلط میکنی که بخوای برای برای خودت یک جریانی اونجا را بندازی به اسم دهکده امید اینا به ما فشار میاد بله حق ملت و اینجوری میگن بعد چقدر بدبختی ما همون مردم زلزله زده به این شجریان میگن خسرو آواز ایران الگوی مردم بدبخته پولتون خورده پول به اسم شما جمع شده با پول رفته اشغال با خانم جوونه. خانم جوونش که دختر سوم خودش خانم موجگان سنش رفته اشغال کرده توی فرنگ و اینا خوشگذرونی کرده خب ببین این مرگ سخت همینه دیگه این پولایی که تو خوردی یه همچین مرگ خیلی ها میمیرن و این مرگ بر تو سخته یه قاسم سلیمانی هم اینه تو قاسم سلیمانی حاصل زندگی زیباش حاصل زحماتش این بود که یکی از راحت ترین مرگ دیگه طرف بزنی منفجه یک اصلا نمیفهمه ولی تو الان سه چهار ساله با بدترین دردها دستا پنجه نرم کردی به خاطر خیانت ها... نگاه نکن الان مردم ما اسکلن ازت دفاع میکنی مردم رو بلش کن توده مردم که ببخشید تو باغ نیستن خودت و خدای خودت میدونی چه خیانتایی کردی خب در مورد استاد بهتاش هم گفتم هر کسی هم که با این آدم دم خورشور از مشکاتیان بگه که البته خود اونم یه آدم تریاکی داستاندار بود تا محمد رضا لطفی و غیره همه رو یه جورایی نامردی کرد و اصلا یکی از عوامل مرگ آقای مشکاتیان همین آقای شجریان بود و هر هم درگیر میشد چون این روش های تودهی هم یاد گرفته بود کاری میکرد که اقتصاد طرف رو ضربه بزنه یعنی با باندی که داشت روابطی که داشت طرف بیکار میکرد از تمام دانشجوهاش هم پول میگرفت تا قیرون آخر در حالی که خودش به عنوان یک شهرستانی وقتی که اومده بود تهران استاد مهرداش تا پنج سال برای این به صورت رایگان آموزش داد بعد رفت نمکدونم هم نمک و خورد نمکدونم هم شکوند و بعدا علی استاد مرتاش هم گفت این چیزی بارش نیست من بارمه تو بارت بود بعد نه من الگو برداری کنه از استاد مرتاش هر کدوم از جوانایی که بودن دیگه آقا شماهایی که از شهرستان رفتید موسیقیات بگیرید کلاس موسیقی شجریان رفتن شهریه رو تا آخر میگرفت اینا رو ما میدونیم اطلاعات ما حالا خیلی گسترده تر از این حنفات. ولی همینا لازمه بگیم حالا ببینیم برنامه‌ریزی برای مرگش مرگ این آدم و این هفته پیش بلند شده گفت آقا هفته دیگه اربعینه تا اربعین بکشین روز اربعین اعلام کنیم مرده روز اربعین کشوندن که حتی از احساسات مذهبی مردم بخوان استفاده کنن از این طریق کسی که این کار کرده یکی باجناغش آقای همایون شجریان باجناغ آقای محمد رضا شجریان و کس دیگر آقای محمد رضا نوربخشه مدیر عامل موسیقی ایران که هیچی از موسیقی نمیدونه جز مافیای داستانه و این محمد نوربخش به واسطه باند همین آقای شجریان شده مدیر عامل موسیقی ایران این و با جناق آقای محمد رزا شجریان برنامه چیدن اصلا بعضی گزارش میگه که این هفته پیش مرده بود منتا دیگه با تنفس دستگاه و اینا نگهش داشته بودن ولی اطلاعات دقیق تری به من رسید که چلاک ساعت پیش سه شنبه این فوت کرده سه شنبه بعد زور این فوت میکنه و اینجا ضعف دستگاه امنیتی ایرانه که وقتی که شما میدونید یک موجود شالاتانی چون شجریانه شما باید مامور امنیتی داشته باشید بیمارستان جمع بالا سر اون دکتر باشید تا مطمئن باشید این کی فوت میکنه هزار تا داستان دیگر هم وجود داره و برخی از کارکنان و پرستاران و دکتران بیمارستان جمع در این داستان هم دو... ببین این الان باید دستگاه امنیتی پیگیری کنه وزارت اطلاعات بخشش که زیرمجموعه روحانیه این کارو نخواهد کرد یا حداقل من مطمئن نیستم ولی دستگاه اطلاعات سپاه تحقیق جدی بکنه قسم میخورم به ایران سوگن شجریان امکان نداره در روز اربعین حسینی فوت کرده باشه این آدم انقدر منفعت طلبه برای سوء استفاده از احساس مذهبی ها مرگش رو انداختن توی اربعین ولی این مرگش دو سه روز پیش بوده حداقل مطمئنم سه شنبه بوده گزارش هایی هم وجود داره که مال قبل از این دست اینو دستگاه امنیتی و بچهای اطلاعات سپاه برید پیگیری کنید بازجویی کنید دکتر اینا دکترای خودتونو رو بالا سر داستان ببرید بالا سر جنازه این خائن ببرید ببینید که این کی مرده یک این آدم انقدر منفعت طلبه ببین خطرینه. ای این چون تو مشهد هم به دنیا اومده حالا به بهانه مشهد نامه میکنه اینجا میخواد با احساسات مذهبی ها استفاده کنه احساسات مذهبی رو پشتش ببره که آقا من تو عربه این مردم و این برنامه ای بودی که محمد رضا نوربخش که همیشه با شجریان همه جا میبینید همه جا عکس هم دارم در کنار شجریانه یکی این بوده یکی با جناقش این برنامه چیدن یکی دیگه هم براش وصیت می نویسن یا خودش این برنامه ریزی رو کرده که آقا منو در کنار آرامگاه فردوسی دفن کنید غلط کردی اینجوری باشه فردا هر کی بمیره بعد کنار بزرگی چون فردوسی دفن بشه نه بحث فردوسی رو پیش میکشه که حالا احساسات ملی بخش ملیگره ها رو بتونه زیر مجموعه خودش ببره چقدر این آدم چقدر این آدم در حقیقت مارموز تشیف داره مرگش سه شنبه است میکنن پنج شنبه که بخوره با عربعی از اونم وسیعت میکنه که منو در کنار آرامگاه فردوسی دفت کنید دستگاه امنیتی حواسش باشه اگر میخواید ببریدش محشد ببریدش تو زادگاهش دفنش کنید حواستون باشا این کنار فردوسی بزرگ دفت بشه فردا امامزاده شجریان خواهد شد نمیتونید جمعش بکنید همین الان تا تنور داغه ببرید تو روستاش دفنش کنید اگر این در آرامگاه فردوسی دفن بشه خاک بر سر شما امنیتی ها و خاک بر سر شما مسئولین جمهوری اسلامی کنم دیگه هیچی دیگه هر کی میخواد بره پابوس آقای ما فردوسی بزرگ بعد بالاخره جنازه اینم اونجاست و برای اینم یه آرامگاهی اونجا گذاشتن و این خود به خود نامش همیشه عاملی حتی بعد از مرگم عاملی میشه برای تداوم اسکولیسم سیاسی حواسشون باید باشه اما دستگاه امنیتی سوتی دادید شما باید بالا سر دکتر میبودید به محضی که این میمور بر همون دقیقه اعلام میشد که نخوره به عربه سوتی دادید ایزم سه روز جنازه این آدم نگه داشتن و با برنامه ریزی که کردن بخشی از عوامل بیمارستان جمع تو این داستان و حتی شما میبینید بیمارستان جمع وقاحت تا کجا میبره ایرنا و خبرگزاری ها میزنن که این مرد مرد به درک واصل شد یه خائن کمتر در کشور یا آدم منفعت طلب کمتر آقا ما زدیم اینستاگرام بیمارستان جم اعلامیه دهم منتشر میکنه بیمارستان جم و میگه نه استاد هنوز وضعیتش مثل همون روزهای گذشته است و ایشون هنوز توی دستگاست و اینا نه فوت نکرده در که خبر اومده فوت شده ولی بیمارستان جمع هنوز داره به این دروغ ادامه میده ستی اینجا داد بیمارستان جمع یعنی شما کجا میفهمید که آقا بیمارستان جمع برخی از عواملش همکاری کردن در این رسوندن جنازه که دو سه روز جنازه را اینا نگه داشتن فیلم بازی کردن که این زنده است اینه اجازه ندادن هیچ کی عکس بگیره آقا زنده یه عکسی بگیر ببینیم واقعا زندست یا نه و این ببینید سوتیه واقعا دستگاه امنیتی ایران دستگاه امنیتی بالا سر این آدم بود که دو سه روز این جنازه رو نگه ندارن که الان برای ما ببخش امامزاده شجریان درست کنن دیگه یک نکته ای رو یادتون باشه افرادی مثل شجریان سر تا سر زندگیشون مردمی نبود سر تا سر زندگیشون بود سر تا... این شجریان کسی بود که کلی بالاخره خونه و زندگی توی پاریس و توی ونکوور هم حتی خریده چون پسرش رایان شجریان هم ونکووره آقای شجریان همچون یک زالو پولش از ایران در می آورد و ارز مملکت و کسی که میگی چرا دلار سی هزار منه بدونید هرکی به نوبه خودش خیانت میکنه دیگه خائنین بزرگ به این مملکت این سیلیبریتیان که خونه خریدن تو خارج عرض مملکت رو دارن خارج و چند نفر از شما تا الان به من گفتید از ایران میخواید به من کمک کنید پاسخ من چی بوده؟ گفتم هیچ پولی رو از ایران قبول نمیکنم چون نباید عرض مملکت خارج بشه آقای شجریان و غیره خانه های آنچنانی پول آقای بچهش توی ونکوور بزرگ شده رایان خب بچهش خرج بچهش رو میداده ما به قول آقای محمد رضا چی بود اون یارو مرتی که حمید رضا فرخ نژاد ما ای حداقل 10000 دلار بعد میفرستاد ارز مملکت 10 10000 دلار چقدر میشه به ریال من نمیدونم 2300 میلیون میشه من نمیدونم الان دقیق نمیدونم چقده صد میلیون تو من پول ایران ماه به ما فقط برای آقازاده خودش میفرستاد بعدم که ببخشید این حرام لقمه ها میان به جمهوری اسلامی میگن چرا شما آقازاده داری آقا ما قرار فقط آقازاده های سیاسی رو فوش بدیم شما تو بخش هنری که بدترین مدل آقازادگی رو رو کردید که همایون شما که اصلا دیگه تقریبا بیشتر استادا میگن این اصلا صداش داغونه من باز اونجا اظهار نظر نمیتونم بکنم علاوه فنی چون سوادش ندارم ولی ساب نظرا نقد های جدی دارن همایون شجریان پسر تو آقازادگی رایانتون سر از تخم در نیورده اینم شد خواننده این آقازادگی آقازادگی ما قرار فقط سریال آقازاده رو ببینیم فوش بریم به مسئولین نظام مسئولین سیاسی فوش بدیم آقازادگی زشته از این نظر خب باب آقازادگی هم که کرده عرض مملکت هم که خارج کرده آقای شجریان اینا خ... خیانت دیگه چیش به مردمی بودن میخورده من گفتگو رو جمع میکنم فکر میکنم به اندازه کافی در مورد این آدم ما صحبت کردیم کسایی هم که دوست دارم من رو دارم با حامیان آقای شجریان من آدمی نیستم که ترول مجازی اینا ما دشمنامون ترول هستن که پاسخ نمیدیم من یه آدمی هم که روح هستم در این حوزه تحقیق میکنم سه چهار ساعت دیگه دو سه ساعت دیگه نمیدونم به کارام برسم میام در لایو اینستاگرام هرکی دوست داره در دفاع از آقای شجریان بیاد بالا من ببینم تو مغز این حامیان نفهمیده یا آقای شجریان چی میگذره آخه آقا اسکولیسم حدی داره اشکی اگر هست برای مدافعان وطنت بریز عشقی هست برای کسایی بریز که دارن زحمت میکشن برای این مملکت شجریان چیش به تو رسیده آخه به خدا دروغ میگی صداشو میشنوی به خدا دروغ میگی که ترانه هاشو گوش میکنی خواهی تو داری فریب میدی والا ما خدا را سباس همیشه از همه طلبکار بودیم من نظر مالی میگم منی که طلبکار بودم از همه اگه یه بار بشینم صدای شجریان گوش کنم یاد بدهکاری های نداشتم میفتم شما ها که بخش, بخش قابل توجه از ملت هم همیشه تو قصد و بدهکاری هم دیگه شماها دیگه چی میکشید با صدای این ما که همیشه تو زندگیمون خدا شاهده من هیچ وقت پول از که قرض نگرفتم همیشه به همه پول قرض دادم من که صدای اینو گوش کنم یاد بدهکاری ها میفتم شما ها دیگه نمیدونم بعد میگی آقا استاد صداش بابا جمع کن بابا مگه صدای خوب کم تا صدای این که اصلا نمیشه گوش کرد این حقیقت داستانه من دو سه ساعت دیگه میام تو اینستاگرام شما ایزانو میارم بالا دوست دارم نظرات شما رو بشنوم که فقط مونولوگ نباشه من بگم شما گوش کنی بیاید اگر دفاعی از این آدم دارید چه دفاعی داری در حوزه استدلال ببینم جلوی من کی میخواد چجوری دفاع کنه از این آدم آقا یه چیز دیگه هم یادتون باشه به قول شهید همت اولا بگم من نه جمهوریت نظامو قبول دارم نه اسلامیتشو بارها گفتم هیچ قرابتی با جمهوری اسلامی ندارم نه از نظر ظاهر بگی نه باطن بگی من دقدقه فقط منافع ملی و وطنمو دارم مرگم حقه فردا من میمیرم مادرم خدای نکرده زبونم لال میمیره عزیزترین کسانم میمیره خدای نکرده آقای خامنه ای فوت میشه همه ماها خواهیم مرد مرد حقه چیزی که فقط برای من مهمه منافع ملی و تمامیت ارضی ایرانه به خاطر تمامیت ارضی و, و منافع ایران جمهوری اسلامی که یه چی من بدتر از جمهوری اسلامی هم میام کنارش وای میستم وقتی که شرایط رو ببینم اینکه جمهوری اسلامی که خیلی داره زحمت میکشه اینم نبود کنار یه حکومت خیلی بدتر هم وای میستادم یادتون باشه به قول این صحبتی که پیش اومد چند وقت پیش این آقا گفتش کتکش هم خورد تو من و تو بند خدا موزه ما نامش ایرانه موزه ما ایرانه چه به نام چه به ننگ تموم شده رفت موضع من ایرانه شجریان ها هزاران شجریان ها فدای یک تار موی یک مدافع وطن تو سوریه و غیره فدای یک تار موی سربازای ما در لب مرز همین دو تا شهید مگه گریه کنم برای شهیدایی که تو بلوچستان همین چند روز سربازایی که کشته شدن توسط تروریستا برای اونا گریه میکنم آقا عشق ارزش داره عشق برای هر بی سر و پایی چون شجریان آدم نمیریزه تحت تاثیر پروپاگاندا قرار من ببخشید با لحن تون صحبت کردم من حکممون بسیجی رو دارم وقتی که میبینیم ابزارمون کمه خودش رو پرت میکرد روی سیم که همرزماش رد شم من تو حوزه رسانه ای عادت دارم بسیجی باشم خودم پرت میکنم روی این سیم خاردارهای رسانه ای وقتی که یک پروپاگاندایی میکنن در مورد یک شخصیت فاسدی چون محمد رضا شجریان و از این میخوام بوت بسازن من وظیفم اینه که یک مقدار با لحن دیگری صحبت کنم که بوت زدایی کنم اگر شجریان شما بوت نمیکردید لحن من این گونه نبود و این داستان یک مقدار ما باید عمیق بیاندیشیم شجریان چیکار کرده برای این مملکت که این همه القا ببخشید یه آدمی که این نامردیه یه آدمی که سر تا سر زندگیش فساد بوده سرتا خونه زندگیش هیچ به مردم نمیخوره توی تهران قصد داره تو شمال قصد داشته توی ونکوور قصد داره قصد نمیگم ویلا میگم قصد زندگی کاملا اشرافی داشته آقا نامردیه بعد اون وقت افرادی میرن برای این مملکت جونشون رو میدن نامردی شما ها اینجوری می این جماع... این جماعت سلیبریتی یک مش حرام لقمن بفهم آقا مگه ندیدید همین آقای قاسم خانی ندیدید مگه همین هنرمنده که گوشی دخترش دزدیده بودن مگه اینا همونایی نبودن که میگفتن ببخشید قاتل و فلان و اینا یارو جون بچه‌شو داده اینا میگن قاتلا رو ببخشید خودش تونست دزده. گوشی موبایل بچه خودشو بدازه دیدید بلند شد یارو رو کتک بزنه این حرام لغمه قاسم خانی این همه که حمله کرد به نیروی انتظامی که شما نمیتونید یک دوز رو بگیرید بعد از اینکه که رو گرفتن تا آخرین بار که نگاه کردم دیدم چیزی ننوشته آیا یک بار گفت من سپاسگزارم از نیروی انتظامی که این دوز رو بلافاصله گرفتید نگفت در نیروی انتظامی و متاسفانه برای مردم عادی انقدر سریع عمل نمیکنه این جامعه سلیبریتی زده مال همه است دیگه خاک برسن این نیروی انتظامی ما برای یک سلیبریتی میان فورا دزد و پیدا میکنن از نیروی انتظامی میخوام بپرسم چرا برای یک سلیبریتی دوزاری چون قاسم خانی فورا میری دزد پیدا میکنی ولی برای مردم عادی این کار نمیکنی جامعه ما تا زمانی که سلیبریتی زده است حقش دلار سی هزار تومنی حقش فشار اقتصادی زندگی روزی خوب خواهد شد که تو مغزت خوب بشه اینو من فهمیدم اما ببین من تا سال 2014-15 شدید ضد نظام بودم یک زندگی خیلی بدی هم داشتم از نظر فکری روحی واقعا کیفیتی من کجا زندگیم درست شد اقتصاد کشور خارجی و داخلی همه اینا همون بود و چرا من زندگیم خوب نبود چون فکرم خراب بود زمانی که با خودم جدی صحبت کردم فکرم و درست کردم زندگیم هم بسیار خوب شد شما ملت ایران قبل از اینکه مشکلتون جمهوری اسلامی باشه قبل از اینکه مشکلتون محمد رضا شاه پهلوی باشه نمیدونم این گوشیمون تموم شد بعد بذارید دوباره میرم تو داخل شما ملت ایران قبل از اینکه مشکلتون حکومت هایی چون جمهوری اسلامی و شاه و قاجار ها باشن مشکلتون فکر خودتونه مشکلتون سبک فکریتونه چون مشکل تو اینه بعد بعد وقتا نگاه ها ورده چون کامنت های شما رو میخونم و گفتیم ایدانه ده گفتیم بعد میگه آی برنامه اجرا میکنی چه چشات میچرخه چون دارم کام اینجا یه دونه لپتاپ دارم اینجا یه دونه مانیتور دارم اینجا هم دو گوشی دارم دارم کامنت ها رو میخونم مشکل سبک فکریته سبک فکریتو عوض کن ببین چقدر زندگی خوب میشه تا زمانی که سبک فکری تو اینه که نه یه هشتگ بزنی برای سربازایی که لب مرز کشته میشن برای امنیت تو کشته میشن و و و و, و. یا برای کسایی که دارن مبارزه جدی با فساد میکنن هوای این جماعت رو نداشته باشی تا زمانی که اینجوری فکر میکنی که آقا اگه یک شجریان اینو من برم فقط پروموتش کنم تولدش میشه پروموتش کنم اینا حقته تا زمانی که تو اینستاگرام ولچرخی که آقا کدوم هنرمند با کدوم هنرمند طلاق گرفته طلاق نگرفته حقته. وقتی که اسطوره تو بزرگترین خارج کننده ارز مملکت آقای محمد رضا شجریان بزرگترین خارج کننده ارز مملکت پولش رو در ایران در میاره تو کنسرت ها مردم میرن با ریال بلیت کنسرت ای این مردک رو میخرن که افسرده بشن پولو میدی؟ و بعد این پولو تبدیل میکنه به دلار میره توی ونکوور و اینا خونه میخره یه همچین آدمی که بزرگترین خارج کننده ارز عرض مملکته تو میاریش در سطح بزرگانی که بزرگترین وارد کننده داروهای خاص بودن همچون آقای سلیمانی در اون سطح میاریدش و براش از میکنی حقت دلار سی هزار تومنی پدرت هم باید در بیاد چنین جامعه لیاقت زندگی بهتر جامعه که از شجریان میخواد استوره بسازه لیاقت زندگی بهتر ببخشید من اینجوری من کوچیک همتونم ولی بعد این سیلیا رو بخورید سیلی حقیقت رو باید بخورید باید بیدار بشید بعد بیا شجریان دفاع کن کجای زندگی این آدم قابل دفاع است؟ حوزه خصوصیش که ازدواج با یک دختری که کوچکتر از دختر سوم خودشه که قابل دفاع نیست. رها کردن زنی که باهاش همراه بوده چون چین و چروک تو صورت زن است. این که اخلاقی نیست من کردن پسرش و دخترش برای عکس گرفتن با مادرشون چون شما میگن مادر همایون شجریان و مجگان شجریان و افتان شجریان یکی دو تا عکس بیشتر وجود نداره خیلی جا بریم من کرده اینا از ترس پدره عکس نمینداختن این مادره یه گوشه قصه بعد بخوره می برای زن چقدر سخته با یک مردی شروع کنی مرده مثلا در کنار تا سلیبریتی بشه خواننده بشه محبوب بشه حالا اون مرده تو رو ول کنه بره با یک زن جوان ازدواج کنه آخه لعنت این چجوری میتونه الگو باشه برای اون مادر همایون آخه همایون تو چقدر بیغیرتی غیرتی چقدر شماها بی غیرتی شماها خائن به مادر خودتونید مادر فطریتون رو دارم میگم نه ایران چون مادر اصلی ما ایرانه منظورم ایران نیست مادرتون کسی که به دنیا تا شما خائنی خانم مجگان شجریان آقا یه همه شما ابتدا به ساکم مادر خودت خیانت کردی بی ها شما که به مادر خودتو خیانت میکنید با ما چه خواهید کرد چجوری شما ها الگو این جامعه اید حدقا چهار تا عکس را مادرت مینداختی چهار تا مادرت چهار تا مهمونی میبردید افترده چند سال این زن اول شجریان افترده گوشه یه خونه ما اطلاعات داریم افرادی که اینجوری به مادر حالا با شجریان آدم پسی بوده مادر شما رو ول کرده دختر شما چی؟ چه دفعه که یه مادرتون ما والا یه بار پدرمون به شوخی گفتش که به شوخی تو یک جمع گفتش که من اگه پا برسه زن دوم میگیرم من و داداشم کارمونش با می میرسید به پدرمون آخه بابا پسر تعصب داره رو مادرش چطور تو بی غیرتی هماین شجریان یه ذره تعصب رو مادرت نداری؟ اون موقع حالا میگیم سنت کم بوده بابا رفته حوو آورده سر زنه مادرت تو چی؟ آخه آلمایی که یه همچین چیزایی در این حد دقلیات هم که اینا تصب رو مادر خود میخوام من انتظار تصب رو ایران من داشته باشه آخه دارم چرت میگم چجوری این خانواده میتونه وطن دوست باشه شما ابتدا و مادر تو خانواده تو دوست داشته باشی ابتدا و خودت تو دوست داشته میتونی اینا مادر خودشون هم چیز نکردن مادرشون رو تو پستو قایم کردن تو تمام این سالا چطور میتونی که بابای بره با اون دختر رو برم که پول ارز مملکت و مردم احمق پول کنسرت این شجرگاه نمیدی که ارز مملکت رو ببره کانادا ببره آمریکا خونه بخره به ریشتون بخنده بعد و چرا نمون تو کانادا چرا نمون تو همون آمریکا همون بحث پزشکی که یک مش فاحشه مغزی از دوران شاه برای ما فیلم میساختن تا همین الان دوران شاه فیلم سلطان قلب ها و غیره و اینا رو درست میکردن همین وحدت هم که الان مرده یه دونه فیلم تنز درست کرده بود مشکل خورده بود میرم پاریس مثلا بریم پاریس خوب بشیم بریم دکترای آلمان بدترین دکتر مال آلمان و پاریسه ولی همه فیلم های زمان شا بریم آلمان و بریم پاریس که خوب شیم آقای شجریان اومد خوب نشد اومدن ایران در چیزش کردن نگه این سه سال پیش بعد اگر دست دکترای خارجی بود همین دکترای ایران نگهش داشتن الان هم که سریال میسازن بوم و بانو آقای استاد کافی دستش اینجوری نمیده دسته ایرانی درستش کنه تو سریال همش دکتر فرانسوی فرانسوی اگه دکتر خوبی داشتن و از مملکتشون این آمار بالای مرگ و میرشون نبود اینا این اینا حقایقه این هستیم قرب زده جامعه هستیم سیلیبریتی زده بعد میگیم آقا اقتصاد مردم اینجوریه مردم حقشونه مردمی که گریه میکنن برای شجریان حقشونه مردمی که فیلم های مزخرف دوزاری پولشوهای بزرگی چون فرخ نجادا که چون میخوان پولشویی کنن میرن آقا سامورایی در آلمان سامورایی در برلین درست کرده بود خانم یایا میرن این سر فیلم های مزخرف رو که در امر پولشویی بر شما پول میدیم این همین فیلم های مزخرف اینا رو نگاه میکنی حالا فیلم حالا می نگاه میکنی اون مهم نیست حالا میگیم دوست دختر دوست پسر جای تاریک ندارید میری سینما اون ایراد نداره دیگه چرا میره تو اینستاگرامشون لایکشون میدید هر وقت جامعه ما یاد گرفت جنبش آنفالو کردن این سیلیبریتی ها رو رقم بزنه و اگه اگر واقعا دقدقی داری برای افرادی دقدقی داشت که کاری برات میکنن من خودم و با افرادی چون شجریان ها و این سیلیبریتی ها اصلا مقایسه نمی کنم برای که من زحمت کشیدم مطالعه میکنم برای این جامعه دارم روشنگری میکنم فکرشون باز بشه خودم با اینا من شخصیتم نیستش در کنار اینا خودم مگه شجریان چیکار کرده ته تهش ببین شجریان مفید بوده برای این مملکت یا این امید دانه بدبخت خاک برسه که دوتا تختش کمه زندگیشو گذاشته داره این کارا رو میکنه کدوممون تاثیر داشتیم برای جامعه مفید بودیم برای این جامعه برو نگاه کن آقا اگه میخوای واقعا برای کسی چیز کنین برای کسایی بگو این جامعه دارن زحمت میکشن شما کسایی که برای این جامعه زحمت میکشن آقا دل سرد میکنید دریا گور تو فلان بره پی زندگیش آقا این سرباز مملکت لب مرز داره کشته میشه بعد تو شجریان استاد, استاد استاد چه استادیه حالا میگو آقا صداش خوبه من با صداش حال میکنم به خدا من خفه میشم یعنی اگر جامعه بگه آقا آقای شجریان صداش خوبه امید دانه هم نمیفهمن این حرف منطقیه میگم آقا یه خواننده یه مردم با صداش حال میکنم دیگه من بعد دهنم ببندم ولی وقتی که میای میگی که نه این با مردم بوده الگوی مردم خواننده مردمیه این واژه مردمی ببخشید منو مجبور میکنی بیام برنامه بسازم بگم کجاش مردمی بوده من این حرفا رو بزنم قربونتون برم شب و روزگار خوش من دوستان امشب میارم در لایو اینستاگرامم تا با هم صحبت کنیم عزیزان میارم بالا دوست دارم نظراتتون رو بشنوم ولی شجریان از هر زاویه که نگاه کنی به هیچ عنوان اگه خائنم نخواین نخواهیم واژه خائن با این توندی بگیم که من البته خائن میدونم این و چون مملکت رو خارج کرده و واقعا مسائل رو باب کرد تو این مملکت که هنوز بخشی عروسی کردن خارج از کشورش هنوز باب نشده بین سیلیبریتی ها ایشون دهه هفتاد این کار میکنه یا بچهش به دنیا میاره تو کانادا اینا توجیح نداره به ویژه بچه به دنیا حالا باز خانم دومش که دختر سومش کوچکتره یک سری فامیلاش تو پاریس بودن حالا باز بازی نمیشه توجیه کرد ولی به دنیا آوردن بچه تو کانادا نه نه اینا توجیه نداره عرض مملکت بری خونه و املاک و مسکن بخری تو کشورهای مختلفی چون کانادا و آمریکا و پاریس نه اینا چیز نداره اینا توجیه نداره به هر روی من خیلی مایلم که نظرات شما رو بشنوم تو لایو اینستاگرام و اونایی که مدافع آقای شد من دوست دارم بدونم که از اق... چه زاویه‌ای شما مدافع هستید ما از هر زاویه‌ای که بگیریم آقای شجریان یک عنصر من بهترین حالتش منفعت طلبه حالا اگه واژه خائن نیاریم یک عنصر منفعت طلبه که همیشه به بدنه حکومت آویزون بوده ولی دومشو برای مخالفین حکومت ها تکون داره زمان شبه به فرح دیوا آویزونه دومش برای مخالفین شاه تکون میده در زمان جمهوری اسلامی به بدنه حکومت نزدیک مافیای موسیقی دستشه دومش برای جنبش سبز و غیره و اپوزیسیون و بی بی سی و معنات ها میده یه همچین آدم یادم یا پستیه خیلی پسته و من همیشه هر کسی فوت میکنه میگم خدا بیام بیامرزتش آقای شجریان خدا نیامرزه چون تازه بعد از مرگش یک باب جدیدی از اسکولیسم سیاسی رو میخواد در مملکت ایجاد کنه ایشونو خدا واقعا نباید مرزه چرا باید مرزه؟ چرا آخه کسی که باعث یه بار میمن همه مارموز بازی داشته چرا آخه واقعا یه جامعه رو اسکو... آمل شده برای اسکولیسم جامعه و من به نظرم نمیتونم من واقعا نمیتونم به این آرام بگم خدا بیامرزتش و به دستگاه امنیتی میگم اول پیگیری کنید در بیمارستان جمع چه کسانی باعث شده که دو روز خبر مرگ این دیرتر منتشر بشه که بعد بگن تو اربعین حسینی مرد و دستگاه امنیتی اگر مشهد قرار ایشون دفن بشه به هیچ عنوان سمت آرامگاه فردوسی اصلا تا چند کیلومتری آرامگاه فردوسی این آدم نباید اگر قرار دفن بشه ببریدش روستای خود شهرستان خودش دقیقا تو محله قدیمی باباش دفنش کنید به هیچ عنوان سمت آرامگاه فردوسی نباید بره هشدار دارم میدم ده ها بار دارم هشدار میدم که اگر اونجا در آرامگاه فردوسی دفنش کردید خواهید دید که چه فتنه ای براتون ایجاد خواهد شد قربونتون برم شب روزگار خوش پاینده ایران بدرود